حملات تروریستی اسلامیون در کشور شریلانکا الان در صدر اخبار. میدونیم که صدها نفر کشته شدن، 45 تا از اون افرادی که کشته شدن بچه بودن و بیش از 500 نفر مجروح شدن. و خب میدونیم که این یک عملیات تروریستی بود که از سوی اسلامیون اون کشور به انجام رسیده و خب واقعا نتیجهش هم میبینیم که چقدر زندگی مردم زیادی رو پاشونده و صحنه های دلخراش اینه که واقعا دلخراشه. بعضی وقت بعضی صحنه هاش نمیتونی ببینی که واقعا آدمایی که کاملا بیگناهن این وسط به عنوان نتیجه این، به عنوان واقعا آدم های بیگانه نتیجه این اتفاق دارن کشته میشن. و این یکی از خصوصیات جریانات تروریسته، هم اسلامی هم جریانات راست، که اولین در واقع کسایی که ازشون ضربه میخورن آدم های معمولی هستن، آدم هایی که هیچ گناهی واقعا ندارن این وسط، فقط به جرم این که تو اون صحنه هستن تو اون لحظه کشته میشن. همین رو میشه مقایسه کرد با چند هفته پیش که توی نیوزیلند اتفاق افتاد. و دقیقاً چیزی که میشه دید اینه که اینا سعی میکنن که وحشت به وجود بیارن توی جامعه با این حملاتشون، به خصوص چون دارن مردم عادی رو که دارن میرن سراغ کار و زندگی خودشون، چه توی مثلا میتونه توی بازاری باشه، توی مدرسه باشه، توی مسجد یا کلیسا باشه، میبینیم اینطوری میان و این وحشت رو به وجود میارن. و واقعا میشه گفت که این دو جریان راست افراطی نژاد پرستانه سفید بهش میگن white supremacist، واقعا خیلی نزدیکه به این جریانات اسلامیون و اینکه تمرکزشون روی این نفرتی که دارن در رابطه با کسایی که مثل خودشون نیستن، اتکاشون به مذهب، برای مثال به ضدیت با زن، علیه همجنسگرایان، علیه خارجیون، یعنی همش اینا یه سری کاراشون و خصوصیاتشون به هم خیلی نزدیکه. دقیقا وقتی نگاه میکنی میبینی اصلا نمیتونی تشخیص بدی که کدوماشون اسلامی هن، کدوماشون جنت راست هن. واقعا وقتی نتایج کارشون و شیوه کارشون رو نگاه میکنی، یکی خصوصیات دیگه اینه که اینا به هیچ منطقه ای چیز ندارن، پایه ندارن، یه جریان جهانی هستن. میتونه استرالیا باشه بره توی نیوزیلند آدم بکشه، میتونه این مسلمون باشه از کشورهای مختلف اومده باشه بره یه کشور دیگه آدم بکشه. و واقعا همینطوری وقت نگاه میکنیم میگه تمامشون یه طوری با جنت راستی رو که روشون سرمایه گذاری میشه عملا ارتباط دارن و خصوصیاتشون خیلی شبیه همه. و این خطریه که در واقع جامعه امروز جهانی باید بهش توجه بکنه، باید توجه بکنه که اینا در واقع از یک نوع هستن و شیوه کارشون یکسانه، کسایی که ازشون ضربه میخورن یکسان هستن و تمام جامعه باید بر علیه اینا بلند شن و یه استانداردی رو بزنن که اینا نتونن رشد بکنن به این شکل. یعنی همین بحثی که کردین در رابطه بین المللی بودن این جریانات خیلی جالبه، به خاطر اینکه هم قربانیانشون میتونن از همه کشور مختلف دنیا باشن. تو شریلانکا انگلیسی کشته میشه، توی مثلا انگلیسی شریلانکایی کشته میشه. هم قربانیانشون بین المللی، هم این جنبش ها بین المللی، رابط هایی که دارن، حمایت هایی که میگیرن. مثلا خب خیلی ها صحبت میکنن از این که چجوری یه جریان خیلی کوچولوی اسلامی توی شریلانکا با این قدرت تونست این حملات رو انجام بده. مشخصه که از خارج هم حمایت گرفته، پول گرفته، آموزش دیده. رهبر همین جنت اسلامی که دست به این کار تروریست زده تو چند سال اخیر مسجد درست کرده برای خودش، از جنت سلافی هند پول براش فرستادن که کاملا معلومه پولش از عربستان سعودی میاد. از اون طرف میتونیم ببینیم جهت اسلامی رو که مثلا توی عراق، توی ایران هستن، همشون جمهوری اسلامی ازشون پشتیبانی میکنه. و از اون طرف دیگر هم که میبینی جهت راست نژادپرست سفیدپوست هم که نگاه میکنه میبینی که کاملا دارن فاند میشن. این مشاور ترامپ بود، الان اومده آقای بنن، آره بنن بلند شده اومده توی اروپا، داره آکادمی رشد جهت راست رو سازمان میده. و میبینی که اینا به هیچ کشوری چیز ندارن. ناجل فراج که تو انگلیسه یکی از همکاران ترامپه،
اینا در واقع با اینکه سعی میکنن که تضادای هر جامعه رو بیشتر بکنن، نفاق بین مردم رو بیشتر بکنن. اسلامی‌ها رو میتونی ببینین اونجا مثلا شروع کردن تو همین سریلانکا اولین کاری کردن حمله کردن به این صوفیای اسلامی، گفتن اینا چیزن، اینا مسلمان نیستن، اینا کافرن، به اونا اول حمله کردن، بعدش هم رفتن آدمای دیگر رو گرفتن کشتن. همین کاری رو که الان جرات راست نمی‌کنن، اول به چیزا حمله می‌کنن، به مهاجرین تو مملکت هم نمی‌کنن، ولی در واقع یک پروژه بین‌المللی هستن به خاطر اینکه حقوق مردم رو از بین می‌برن و در واقع اولین قربانیانشون مردم عادی هستن. یک دلیل به نظرم که نمیشه به طور خیلی قاطع با اینا مبارزه کرد اینه که بستگی به کجا آدم ایستاده، خیلیا برای این جریانات بهانه میتراشن. مثلا اگر طرفدار اسلامیون هستی، مثلا میگی که خب بالاخره دلیل هست که این آدما میان این کارو میکنن، به خاطر سیاست خارجی آمریکا یا به خاطر اینکه مثلا راسیسم دیدن یا تبعیض بوده علیهشون. و اگرم از اون ور کسایی هستین که مثلا خب طرفدار کسانی هستین که میان علیه مسلمونا به مسلمان‌ها حمله میکنن، میگن که خب بالاخره مهاجرت زیاده تو کشورهای ما و ما دیگه نمیتونیم مسلمان‌ها رو تحمل کنیم با فرهنگ عقب موندهشون و غیره. و این که همش یه نوع بهانه سازیه، توجیهه. و این که چیزی که به نظرم ما باید قاطعانه بگیم اینه که برای کشتن آدمای بیگناه هیچ توجیهی وجود نداره و توجیه نمیتونه دلیل باشه برای این نوع حملات تروریستی. فکر کنم این اولین قدمه، به خاطر اینکه انقدر بهانه میسازن، انقدر توجیه میکنن که میبینین تو همه این هر وقت یه اتفاقی میفته یه سری آدم ها هستن که میان مثلا سعی میکنن توضیح بدن، توجیه کنن. مثلا همین به خصوص هم اگر کشته شدگان کسایی هستن که کافرن یا آتیستن، مثل چارلی هبدو مثلا، میان میگن که خب کارتون کشیدن کشته شدن، تقصیر خودشونه. همیشه یه نوع این نوع توجیه سازی جریه دار، احساسات مردم رو جریه دار کردن. آره، آره. و فکر کنم اینم یه دلیلیه که نمیشه متحدانه بیایم بیستیم علیه هر نوع فاشیزم، چه فاشیزم نجات پرستانه راست افراطی، چه فاشیزم اسلامی. دقیقا همین یکی استاندارد داری که به نظر من باید گذاشت اینه که هر کس مردم بیگناه رو بکشه به عنوان تروریست مهم نیست که توجیه چی هم تو گفتین، هیچ توجیه قابل قبول نیست. هیچ کس حق نداره از اینا دفاع کنه. خیلی هستن که همین آدمایی که به با یه درجه از این پیاده نظام در واقع این جنایت تروریستی مسلح هستن توی انتخابات شرکت میکنن، حالا تو ایران هستن انتخابات شرکت میکنن، تو عراق شرکت میکنن، توی لبنان شرکت میکنن، تو همه کشورهای اروپایی شرکت میکنن، همون حرفا و همون کارا رو دارن میکنن. یا از این ور جنایت راست میبینیم تو این احزاب برکسیت و دست راستی هستن، دقیقاً همین حرفای سوپریمیست‌ها رو میزنن و تو انتخابات شرکت میکنن و سطح انتظار جامعه اینقدر اومده پایین که اینا اجازه دارن ابراز وجود بکنن. یعنی اینکه هر کس به انسان بیگناه بخواد حمله بکنه به خاطر رنگش و پوست و دیگر بودنش، به نظر من باید جلوش گرفته بشه و جامعه نباید اجازه بده که این توجیهات بشه و مردم بیگناه مورد حمله و اشکال مختلف قرار بگیرن. خب یکی از دلایل اینم اینه که بالاخره این یعنی دوره‌ای که ما توش زندگی می‌کنیم که انگار این که دیگه برگشتیم به قبیله سازی، می‌دونین همه جزو یه قبیلن، یک کامیونیتین و به همین خاطر دیگه این چیزی که ما هممون عملا انسانیم و یکی هستیم، یه همبستگی انسانی رو به اون وجود نداره. و به همین خاطر مثلا وقتی که علیه مسجد حمله میشه توی نیوزیلند، مثلا میگن که حالا فوقش میگن که در همبستگی بیایم حجاب به سر کنیم. یا مثلا الان بعد از این حمله به کلیساها یه سری آدما میگن خب مسلمانیا بیان صلیب بندازن دور گردنشون. یعنی این دیگه شده اوج همبستگی، یعنی واقعا مسخره از وقتی نگاه میکنیم. و این همین نتیجه این قبیله سازیه که دیگه همبستگی با آدما نیست، با مذهب، با فرهنگه. و این خودش هم یه مشکل اصلی این وضعیتی که توش هستیم هستش. دقیقاً این همون در واقع انعکاس اون قبیله سازیه، این شکل خود حتی تو همبستگی هم خودشو به شکل قبیله نشونده. باید بری به قبیله اون طرفی، عین قبیله اون طرفی باید بشی. و من فکر میکنم که میشه در مقابل این
موج حمله های تروریستی و غیر تروریستی به انسانیت، چون جنبه غیر تروریستی هم هست، به طور مرتب شبانه روز داره به انسانیت و استانداردهای انسانی حمله میشه و باید هم توی سطحی که دارن حمله میکنن نشون داد که انسان ها حق دارن کشته نشن، حق دارن بدون تهدید زندگیشون هر روز بتونن زندگی بکنن. و توی غیر تروریستیش هم شرط عادی جامعه هم انسان ها حق دارن بدون اینکه برایشون تبعیض بشه، بدون اینکه مورد نفرت قرار بگیرن زندگی بکنن. و این استاندارد و نظر من خیلی مهمه و هر کس بخواد اینو زیر پا بذاره باید مورد توجه جامعه قرار بگیره که اجازه ندن این اتفاق بیفته. و خب یه بخش همین ادامه این نگاه کردن به جوامع و گروه های مردم به عنوان قبیله اینه که برای مثلا الان اخبار اومده که توی شریلانکا کسایی که مسلمونن برای مثال از خونه هاشون صابخونه ها انداختنشون بیرون، یعنی این که چون تو هم جز و همین قبیله ای و خب همه تون مجرمین و هر دو طرف هم همین کارو میکنن، یعنی همه رو مجرم میدونن و دیگه این به جایی میرسه که واقعا دیگه به جنگ قبیله‌ای تبدیل میشه. دقیقاً و اینطوری هم داره میشه، یعنی عملا کاملا جنگ قبیله‌ای میشه. فردا میان غیر مسلمان‌ها مسلمان‌ها رو میندازن بیرون و این نتیجه دنیای سرمایه‌داری واقعا قرن 21 از این نتیجه‌اش اینجوری میشه. در کنار این و بر علیه این وضعیت وظیفه همه ماست که اون استانداردهای انسانی رو نگه داریم و اجازه ندیم که معیاری غیر از انسانیت جای استانداردهای جامعه بشر رو. ولی به نظرم روی سری چیزا باید تاکید کرد، میدونی، اینی که مثلا جدایی دین از مذهب مهمه، نه به عنوان یه شعار ولی به عنوان اینکه مثلا خب بالاخره وقتی مدارس مذهبی داری آدما بچه ها از بچگی شروع میکنن تقسیم شدن بین قبیله، این مسلمان، اون مسیحی، این یهودیه، از همونجا شروع میشه و بعد تدریسی که توی مدارس دیده میشه، یعنی شستشوی مغزی که آدم متنفر باشه از کسی که از یه مذهب دیگه ایه. یعنی اینا همه جزء اینه. یا وقتی قانون مذهب توش باشه، وقتی دولت مذهب توش باشه، این یه بخششه. یه بخشش خب اینه که به جای اینکه آدما رو به عنوان قبیله ببینیم، به عنوان شهروند ببینیم، شهروند برابر، اینم یه اصلیه که واقعا میتونه دنیا رو دوباره به طرف درست ببره، میدونین؟ یا مثلا همین حق و حقوق و ارزش‌های جهان شمول. دقیقاً. و خب اینا کار میخواد و یعنی و یه چیزای دراز مدتیه، ولی باید هی اصرار کنیم که این چیزا باید اصل باشن تا بتونیم واقعا وضعیت رو دگرگون کنیم و عوض کنیم به نفع مردم علیه این جریانات راست افراطی. و دقیقا همین موقع است که میشه رو این اینا تاکید کرد. همین موقع است وقتی استانداردهای انسانی رو زیر پا میذارن باید تاکید کرد به استانداردهای واقعا جهان شمول انسانی، حقوق زن، حقوق کودک، سکولاریسم و حق پایی انسان برای زندگی با رهایی کامل از خشونت و تهدید به مردم.